خط خبرها. روزهای خطرناک در برابر افغانستان. دو هفته پیش رو کرونا به نقطه اوج میرسد. آنقدر بیروبار و مریض است که حتی دادالیز هم جای نیستد. آشفتگی وضعیت در بانک مرکزی. در یک سال سرپرستی احمدی بانک را به کجا رساند؟ نظام بانکی افغانستان در یک مسیری بسیار تاریک به پیش می رود. تأکید بر پشتیبانی دوامدار ناتو از افغانستان. We will, in light of the challenges and in light of the uncertainty, استولتنبرگ می گوید می دانند که تهدیدها هنوز جدی است. هشدار وزیر خارجه پاکستان به افغانستان. قریشی می گوید گفته های ضد پاکستانی مقام های افغانستان به روند سال صدمه می زند. و گام بزرگ چینی ها در پیکار با کرونا. سازمان جهانی بهداشت دومین واکسین تولید چین را تایید کرد. سلام و وقت بخیر. وزارت صحت میگوید که تا دو هفته دیگر ویروس کرونا به نقطه اوج خواهد رسید. همزمان با سیر صعودی گردش ویروس کرونا در کشور، شمار از بیمارداران و فروشندگان اکسیژن از کمبود اکسیژن در بیمارستان ها و بلند رفتن نرخ آن در بازار انتقاد میکنند. میگویند در وضعیت کنونی نرخ اکسیژن از 400 افغانی تا 1600 افغانی افزایش یافته است. گیتی رحیمی گزارش میدهد. اینها ما را میگه شفاخانه علی جناب رضا. حالا دیگر این بیمارستان ظرفیت پذیرش بیماران را ندارد. در روز نزدیک به 200 تن برای آزمایش و یا درمان ویروس کرونا به بیمارستان افغان جاپان می آیند. شماری هم در حالت ناگوار. مسئولان این بیمارستان برای درمان بیماران هم پاسخ رد می دهند. یک مریض داشتیم به خاطر تداعی آمدیم به کلینیک افغان جاپان. در اینجا آنقدر بیروبار و مریض است که حتی دادالیز هم جای نیستک. اینها ما را میگه شفاخانه علی جناب ری. زمانی که ما به شفاخانه علی جناب میریم و جواب میتن که دوباره پس به افغان جاپان بین. ظاهراً کمبود اکسیژن هم بیماران و بیمارداران را سراسیمه کرده است. و مشکل ضروری و اساسی همین مشکل اکسیژن است که باید برش توجه صورت بگیرد. تا در بعضی وقتا پایوازا جنگ کردن و بالون اکسیژن یک مریض به مریض دیگه میرفت، دزدی میشد. مسئولان در بیمارستان افغان جاپان چالش کمبود اکسیژن را میپذیرند. برق در قره‌باغ زده شده و مشکل برق داریم و این یک مشکل است که کمپانی های اکسیژن مواجه با کمبود برق شدن و تولید اکسیژن کم شده. نه تنها در بیمارستان ها، در بازارها هم اکسیژن کمیاب است و نرخش هم در چند هفته چند برابر بالا رفته. قیمت یک کپسول اکسیژن از 400 افغانی به 1600 افغانی رسیده. دلیل آن هم کاهش تولید اکسیژن از سوی شرکت‌های تولید کننده گفته می شود. تقریبا یک هفته پیش اکسیژن بیخی ارزان بود، 400، 450، 500 بود. حالا هر بوتلش 1200، 1300 تا 1700 روپه شده. چرا که این مرض یک ذره زیادتر شده. دیگه یک دانه سات یا گیچ قیمتش بود 750، حالا شده 1500 افغانی. بیمارداران آمدند تا برای بیمارانشان اکسیژن بخرند، اما توانایی مالی ندارند. این چیز از بالا جایی است دیگه، از بالا جایی که باشه دیگه آدم که ما مجبور هستیم که میبریم، از مجبوری کدام چاره نیست دیگه، هر چی که بگه ما میبریم که مجبور هستیم ما دیگه. بجای از این که بیاین همین کمکی که میشه کمک بکنند به تمام شفاخانه دولتی و به کسایی که نیازمند است، و جای از این پول میره در جیب چهار تا دولتمند و زورمند، نه اکسیژن به مردم میرسه و نه به مریض واقعا مریض احیا میگرده. وزارت صحت عامه چالش کمبود اکسیژن را نگران کننده و جدی میدانند. اینها تخمین میزند که تا دو هفته دیگر بحران کرونا در کشور به نقطه اوج میرسد و در این جریان 5 میلیون شهروند به نوع جهش یافته این ویروس آلوده خواهند شد. پس مردم میخواهند در دو هفته پیش رو خود را قرنطین کنند. وقات رو به افزایش هست. اکسیژن به یک چالش کلان مبدل میشه. متاسفانه با ایجاد 100 200 300 بستر ما درد کرونا رو دوا کردن نمیتونیم. در دوای درد کرونا به دست شهروند است. خواهشم از تمام مردم میست که حد وسط بر دو هفته به خانه های خود بمانند.
در شبانه روز گذشته 1118 بیمار جدید شناسایی شده و 27 بیمار کرونایی در این مدت جان باختند. شمار کل مبتلایان به کرونا در کشور به 75144 تن رسیده. از این میان 3034 بیمار هم جان باختند. پس از آن که اجمل احمدی سرپرستی بانک مرکزی را بر عهده گرفته، به نظر می رسد این بانک درگیر بی‌ثباتی و آشفتگی است. یک گزارش پژوهشی تلویزیون یک نشان می دهد که در یک سال پسین در این نهاد مهم مالی به جای اینکه قانون حرف اول و آخر را بزند، حرف و خواست سرپرست این بانک تعیین کننده بوده است. یافته های این گزارش نشان می دهد که استخدام سلیقه‌ای بر کناری اجباری و غیر قانونی کارمندان در این نهاد بیداد می کند. بشیر احمد شیرزاد گزارش می دهد. یک سال پیش رئیس جمهور غنی اجمل احمدی را سرپرست بانک مرکزی معرفی کرد. تلویزیون یک هم در گزارش پژوهشی کارهای فراقانونی در این بانک را بررسی کرده است. بی‌ثباتی در این بانک با برکناری دست کم 40 کارمند با تجربه و استخدام سلیقه‌ای نزدیک به 130 تن دیگر آغاز می شود. بر علاوه که تهدید میکنه که ما پشت سر ما رئیس جمهور استاد است، حتی این هم میگه که شما دیگه در دولت و دیگه هیچ اداره وقتی که من منفعتان کنم وظیفه پیدا کردن نمیتونه. یافته های این گزارش نشان میدهد که فساد، کارشکنی و فعالیت‌های غیرقانونی در این نهاد مالی آینده اقتصادی را در یک مسیر تاریک قرار داده است. بانک مرکزی در یک مسیری بسیار خراب روان است. نظام بانکی افغانستان در یک مسیری بسیار تاریک به پیش می روان. این گزارش دریافته که اجمل احمدی قانون‌ها و مقرره‌های بانک مرکزی را دور زده و به جای اینکه قانون حرف اول و آخر را بزند، حرف و خواست سرپرست این بانک تعیین کننده بوده است. تیمی را که در وزارت تجارت داشته، او تیم برده در افغانستان بانک. در حالی که وزارت تجارت یک نیادی دیگه است، یک پالیسی دیگه داره، یک اجراعاتی دیگه داره، در افغانستان بانک مکمل متفاوت است نسبت به وزارت تجارت کاراش، اما ماهیتی کارش. بانک مرکزی اما به تماس‌های مکرر ما پاسخ نداد. حالا پرسش این است، با این همه کارشکنی‌ها در این نهاد مالی، حکومتی که بارها شعار مبارزه با فساد را سر داده، اقدام عملی را برای پایان دادن به قانون شکنی و فساد در این بانک روی دست نمی‌گیرد. شمار قربانیان انفجارهای شام گذشته در کابل به 10 تن رسید. بیش از 12 تن هم زخمی شدند. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری میگوید که در 5 ماه پسین از بیش از 800 مورد بمب‌گذاری در کابل جلوگیری شده و شمار از عاملان آن به اعدام محکوم شدند. مجلس نمایندگان هم از حکومت میخواهد طرح امنیتی غرب کابل را جدی بگیرد و مردم را از پیشرفت کار آگاه بسازد. با این حال شماره از شهروندان با ناکام خواندن حکومت در تأمین امنیت جان مردم میگویند که از این وضعیت به سطوح آمدند. هادی سحر گزارش میدهد. یک شام خونین دیگر که گلیم غم را در خانه های بسیاری پهن کرد. لحظه های اندک پس از انفجار نخست. منطقه سرکاریز از مربوطات حوزه سوم پلیس. خسته شدیم از این شرایط، از این رقم روزگاری که مردم ما، جوانای ما از همه جاهای اماکن دولتی گرفته تا مکانای تحصیلی، دانشگاه، جلوی همه جا را گرفتن. ما تاریکی شب و آژیر امبولانس فضا را بیشتر وحشت زده کرده. لحظه ای نمی گذارد که انفجار دومی در چند قدم انفجار نخست رخ می دهد. قربانیان به بیمارستان های محل انتقال داده می شوند. 40 سال وجه که نمی گاو است. 40 سال است. مردم تابکای دیگه بدر خون می تا کشته می تا شهید می تا تابکای ما مردم می زاج شکنجه را بکشید. تیکه تیکه می شه. هر روز انتیار، هر انفجار. الهی طالب بچه های پیش ببینید که اینمتر از دل ما خبر شید تو. تیکه تیکه ببینی، پارچه پارچه ببینی، اولاد خود، بچه خود، برادر خود، مسجد میزنی، راه میزنی، موترهای بیگناه را میزنی. هدف بس‌های شهری است. بس‌هایی که بیشتر شهروندان کم درآمد و فقیر از آن استفاده می‌کنند. محمد محقق مشاور امنیتی و سیاسی رئیس جمهوری می‌گوید این حمله را کسان انجام می‌دهند که باور دارند پس از بازداشت از سوی حکومت دوباره آزاد می‌شوند. حادثه‌ای که دیشب واقع شد،
دو موتر ملکی را که زدن اینا را کی میزنن؟ همونایی هستن که بعد مطمئن هستن که ما اگه گیرم به این فردایش یا به رشوت یا به رحمت حکومت اعلامش. همسینفی‌های عزیز، این حمله واکنش تند مجلس را هم برانگیخته است. از نهادهای امنیتی می‌خواهیم که رسیدگی بکنه، جلوگیری بکنه از این گونه حوادث. آخر شما چه کار میکنید؟ وظیفه شما در این شهر چیست؟ برای امنیت یک رهبر سیاسی بیش از 400 نفر تشکیل داده، اما دو حوزه ما 400 پلیس نداره. ما فکر میکنم متوجه شویم کشتن این مردم و ملت شما نابودی وحدت ملی است. مجلس با انتقاد از ناکامی حکومت در تامین امنیت از حکومت میخواهد طرح امنیت غرب کابل را زودتر اجرا کند. در رابطه با افزایش خشونت ها در غرب کابل، ولسی جرگه از حکومت می خواهد که تا طرح امنیتی غرب کابل را جدی گرفته و از نتایج اقدامات خویش مردم و نمایندگان مردم را به جریان قرار دهند. امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، از مردم خواسته با نیروهای امنیتی همکار باشند. صالح گفته که در 5 ماه پسین از 800 حمله جلوگیری شده است و شمار هم به اعدام محکوم شدند. در حالی که طی ماه‌های اخیر ده‌ها و صدها تن عوامل مخل امنیت به شمول تروریستانی که اینها جزء هسته‌های ماین‌گذار بودند بازداشت شدند. تنها در ماه گذشته میلادی 280 غیر نظامی در کشور کشته و بیش از 600 تن زخمی شدند. در کمتر از یک سال پس این پنجمین بار است که چنین رویدادهایی در این مسیر صورت می‌گیرد. اما در کمتر از 2 ماه پس این برای دومین بار است که موتر حامل غیر نظامیان چنین هدف قرار می‌گیرند. حدود 2 ماه پیش یک موتر تونس در اینجا هدف قرار گرفتند و شب گذشته هم یک موتر کاسر. رویدادهایی که شهروندان را به شدت نگران کردند و انتقاد دارند که حالا در هیچ جایی مسئولیت ندارند. هادی سحر، تلویزیون یک. دبیر کل ناتو میگوید تهدیدها در افغانستان هنوز هم جدی است و ناتو در این مورد آگاهی دارد. ینس استولتنبرگ در پایان نشست وزیران دفاع و خارجه کشورهای عضو ناتو دو پیام واضح داشت: ادامه حضور سیاسی و غیر نظامی در افغانستان و نیز پشتیبانی دوامدار مالی و آموزشی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان. خط و نشان ناتو از چگونگی حضور آینده این پیمان در افغانستان. دبیر کل ناتو پس از پایان نشست وزیران دفاع و خارجه این پیمان در بروکسل از حضور دوامدار دیپلماتیک و غیر نظامی پس از بیرون شدن نیروها در افغانستان اطمینان می‌دهد. حفظ زیرساخت‌های مهم و بنیادی به شمول فرودگاه کابل برای ادامه حضور جهانی در افغانستان در سخنان دبیر کل ناتو برجسته است. وزیران در نشست خود پیام واضحی داشتند که در مورد تصمیم گیری برای ادامه پشتیبانی و همچنین کمک به تسهیل حضور مداوم جامعه جهانی در افغانستان توافق کردند. ما حضور دیپلماتیک و غیر نظامی خود را در افغانستان نگه می‌داریم تا بتوانیم همچنان به گونه لازم و ضروری از افغانستان پشتیبانی کنیم. همزمان رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های ترکی نگاشتند که انقره در یک معامله 130 میلیون دلاری با ناتو موافقت کرده است مسئولیت فرودگاه بین المللی حامد کرزایی را بر عهده بگیرد. ادامه جنگ و خشونت‌ها از نگرانی‌های دیگر ناتو است. پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اما موضوعی است که دیگر عضوهای این پیمان بر آن توافق دارند. متخصصان ملکی ناتو به وزارتخانه های افغانستان مشوره خواهند داد و نیز آموزش نیروها در خارج از افغانستان یکی از گزینه هست. خطرها را درک می کنیم. حالا وقت آن است که افغانان خود مسئول آینده خود باشند و در نهایت صلح را به رهبری و مالکیت خود تأمین کنند تا مسئولیت کامل در آینده در دست خودشان باشد. بر بنیاد اعلام فرماندهی مرکزی آمریکا، 30 تا 40% روند خروج نیروها از افغانستان تکمیل شده است. پنتاگون نیز میگوید روند خروج از افغانستان شتاب داده می شود. در خبرنامه فرماندهی مرکزی آمریکا آمده است که تا اکنون 6 پایگاه بزرگ نظامی به وزارت دفاع افغانستان تحویل داده شده و به اندازه 300 بار هواپیما تجهیزات از افغانستان بیرون شدند و 1300 پاره از تجهیزات برای تخریب به اداره لوجستیک دفاعی تحویل داده شده است.
وزیر خارجه پاکستان میگوید گفته های ضد پاکستانی مقام های ارشد دولت افغانستان این کشور را در همکاری در روند صلح کمکار میسازد. شاه محمود قریشی در دیدار با رئیس مجلس نمایندگان کشور در اسلام آباد گفته است که اتهام بستن بر پاکستان را حل نیست و نیاز است دو کشور روابط خود را بر حسن همجواری و اعتماد تنظیم کنند. همزمان رسانه های پاکستانی نگاشتند که وزیر خارجه پاکستان در پیوند به گفته های پسین رئیس جمهور غنی و مشاور امنیت ملی افغانستان به دولت های امریکا و بریتانیا وضاحت داده است. به نظر می رسد تمایل برای برداشتن تنش های تازه میان کابل و اسلام آباد وجود ندارد. هرچند امیدواری ها پس از سفر اخیر مقام های پاکستانی به افغانستان در محور موافقت روند صلح تقویت شد، اما ظاهرا این تنش ها جایش را به اعتماد و روابط دوستانه بدل کردنی نیست. بر پاکستان واضح شده که قوای بین المللی برآمد. رئیس جمهور غنی در سخنان اخیرش در دانشگاه کابل صلح با پاکستان در کنار صلح با طالبان را ضروری خواند، اما ظاهرا این صلح تا کنون به دست نیامده است. اینا کاملا ناسنجیده عمل میکنن، ناسنجیده گپ میزنن، منافع افغانستان را در نظر نمیگیرن، چون که نقش پاکستان هم در جنگ هم در صلح تعیین کننده است. وزیر خارجه پاکستان میگوید گفته های ضد پاکستانی مقام های ارشد دولت افغانستان اسلام آباد را در روند صلح کمکار میسازد. شاه محمود قریشی بغضش را در دیدار با رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در اسلام آباد شکست است. او گفته که موضع های ضد پاکستانی و اتهام بستن بر پاکستان راه حل نیست و باعث تقویت بیشتر بی‌اعتمادی می شود. شکایت از گفته های ضد پاکستانی کابل توسط رئیس دستگاه دیپلماسی پاکستان حتی به امریکا و بریتانیا نیز منتقل شده است. حق مسلم ماست تا بالای خیانت های از اونا انتقاد نمایم و به جهانیان خیانت ها و دشمنی هایشان افشا نمایم. با این حال قرار است هیئت متشکل از حزب های برجسته سیاسی راهی پاکستان شان. هرچند نوعیت ترکیب این هیئت تا هنوز مشخص نیست، اما منابع به تلویزیون یک میگویند که این سفر به زودی به پاکستان انجام خواهد شد. جامعه جهانی به شمول آمریکا و ناتو نقش پاکستان را در صلح و ثبات افغانستان و منطقه مهم می‌دانند و پیوسته کابل و اسلام آباد را به بهبود روابط با همدیگر ترغیب کردند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید مردم باید حق اعتراض را داشته باشند. عبدالله در مراسم سالیاد کشته شدن سالم زیدیار میگوید باید پرونده های جانباختگان این رویداد بررسی شود. 4 سال پس از حمله بر معترضان جنبش رستاخیز تغییر در کابل، هنوز عاملان این حمله مورد پیگرد قرار نگرفتند. شمار از مقام های سیاسی و بستگان خانواده های قربانیان این رویداد در 4مین سالیاد جان باختگان این رویداد حکومت را به کوتاهی در پیگرد عاملان این کشتار متهم میکنند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که مردم حق دارند اعتراض کنند و باید عاملان این رویداد مورد بررسی قرار گیرند. اگر ما هم در گفتار خود، در عمل خود، در جایی که گفتم مسئله تطبیق عدالت است، از این غفلت بکنیم، خب اینمی سوالات زیاد شده میره و بالاخره مردم گناه ندارن، مردم ملامت نیستن در این مورد. محمد علم یزدیار معاون نخست مجلس سنا که فرزندش یکی از قربانیان این رویداد بود از کمکاری حکومت در این مورد انتقاد دارد. وقت کشی بس است، انتظار بس است، پروسه را بیشتر از این به تعویق و تعلیق انداختن بس است. صبر و تحمل مردم افغانستان و خصوصا خانواده شهدا تا به ایجا که رسیده انتظار داشتند، توقعشون همی بوده و خواستشون همی است که اینا محاکمه شوند. یک کسی که برحال معاون اول ریاست سنا باشند و اولادش در این قربانی باشند و این دوستی را پیگیری میکنند و 4 سال و ظلم اشکار باشند، 4 سال تیر شود و با آل این مظلومی که هیچ واسطه و هیچ شناخت ندارند، عدالت و سرنوشت امو حالا امو مردم چی میشه؟ خانواده های برخی قربانیان جنبش رستاخیز تغییر هشدار میدهد که در صورت بی‌توجهی حکومت آنان به دادگاه بین المللی لاحق شکایت خواهند کرد. از مجریان عدالت، از دستگاه عدلی و قضایی کشور این است که با شفافیت کامل بعد از گذشت 4 سال
این دوسیه را باز کنند و عاملان اصلیش را به پنجه قانون بسپارند، مصلحت سنجی نکنند. جنبش رستاخیز تغییر پس از حمله خونین در چهارراهی زنبق شکل گرفت، اما راهپیمایی اعتراضی این جنبش به خشونت کشیده شد و در آن 5 معترض جان باختند. در مراسم خاکسپاری قربانیان این جنبش هم 3 انفجار پی هم صورت گرفت که در آن 9 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. دستیابی طرف‌های درگیر در افغانستان به یک توافق سیاسی برای اتصال پاکستان با آسیای مرکزی مهم است و اسلام آباد برای حل سیاسی منازعه کشور تلاش می‌کند. نخست وزیر پاکستان در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهوری تاجیکستان در اسلام آباد می‌گوید اگر در افغانستان امنیت و ثبات استحکام پیدا نکند، اراس افغانی تقویت می‌شود و تاریخ در این کشور تکرار خواهد شد. اتصال پاکستان با تاجیکستان نیازمند صلح در افغانستان. نخست وزیر پاکستان میگوید دستیابی طرف‌های درگیر به یک توافق سیاسی برای اتصال پاکستان با آسیای مرکزی مهم است و اسلام آباد برای حل سیاسی منازعه افغانستان تلاش می‌کند. امام علی عمران خان بزرگترین چالش در برابر اتصال پاکستان با تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی را ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان می‌داند. آقای خان میگوید ضروری است تا در افغانستان افغان‌ها به توافق برسند و دولت در این کشور روی کار بیاید که از بی‌ثباتی و دهشت افغانی جلوگیری کند. اتصال تجارت با تاجیکستان مستقیم به صلح و ثبات در افغانستان بستگی دارد. بدترین چالشی که ما در پیش رو داریم این است که اگر پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یک توافق سیاسی میان افغانان به دست نیاید، نگرانی تکرار وضعیت پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان وجود دارد. آنچه که به زیان افغانستان و تاجیکستان خواهد بود، تجارت ما متاثر خواهد شد و نیز هراس افغانی تقویت خواهد شد. نخست وزیر پاکستان این را هم میگوید که هرچند تفاهم‌نامه های با تاجیکستان امضا شده، اما اگر افغانان به یک توافق سیاسی دست نیابند، تطبیق این تفاهم‌نامه ها با چالش روبرو خواهد شد. مشاور رئیس جمهور غنی میگوید پاکستان برای کشانیدن طالبان به صلح و همکاری صادقانه به افغانستان چراغ سبز نشان داده، زیرا صلح در افغانستان را به نفع خود میداند. در اواخر صحبت های حرکت های چراغ سبز های هم از سوی پاکستان مشاهده شده و ما شما دیدیم که البته بیشتر به خاطر منافع ملی و کشوری و مردمی خودشان بوده است. ظاهرا این چراغ سبز پای رئیس جمهور تاجیکستان را هم به اسلام آباد کشانیده است. دو کشور در حضور عمران خان و امام علی رحمان نزدیک به 10 تفاهم نامه های تجاری، اقتصادی و نظامی امضا کردند. رئیس جمهور تاجیکستان هم صلح و ثبات در افغانستان را برای تقویت روابط با پاکستان مهم می خواند و بر همکاری دو کشور برای حل منازعه افغانستان از طریق سیاسی تاکید می کند. با اعتدال آوردن وضع در افغانستان همچون کشور پیوندگر شبکه های نقلاتی منطقوی و بین المللی، خاصتاً برای کشورهای همسایه مهم ارزیابی می‌گردد. رئیس جمهور تاجیکستان می‌گوید با پاکستان همچنین توافق کرده به گونه مشترک با هراس افغانی و شبکه‌های قاچاق و مافیای مواد مخدر پیکار کنند. دوباره خوش آمدید. برق پایتخت که از دیشب با ویران شدن یک پایه در قره‌باغ قطع شد تا فردا وصل می شود. شرکت برشنا می گوید چاره برای تأمین امنیت ندارد به جز همکاری مردم محل در مسیر این پایه ها و نیروهای امنیتی. هرچند در نزدیک به 40 روز 14 پایه برق با انفجار ویران شده، اما هنوز پلیس کس را شناسایی نکرده است. برخ عضوهای مجلس ویران کردن پایه های برق را کار دشمنان روشنایی می دانند. سازمان جهانی بهداشت امروز با استفاده اضطراری از واکسین چینی سینوواک برای پیشگیری از ابتلا به بیماری همگیر کووید 19 موافقت کرد. واکسین سینوواک پس از واکسین سینوفارم دومین واکسین چینی است که مورد تایید کارشناسان سازمان جهانی بهداشت قرار می‌گیرد. بنا به اعلام این نهاد وابسته به سازمان ملل، دو دوز از واکسین باید با فاصله زمانی 2 تا 4 هفته به افراد بالای 18 سال تزریق شود. تا اکنون واکسین های فایزر، بیوانتک، مدرنا، جانسون و جانسون سینوفارم و دو نوع از واکسین های استرازنکا برای استفاده اضطراری مورد تایید سازمان جهانی بهداشت قرار گرفتند. و حالا هم فرصت برای تازه های ورزش.
تیم ملی فوتبال افغانستان دومین جلسه تمرینی خود پیش از مساف با بنگلادش را در قطر انجام داد. ملی پوشان فوتبال کشور فردا 6:30 شام به وقت کابل در ادامه بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2022 و جام ملت‌های آسیا 2023 به مساف بنگلادش خواهند رفت. این دیدار در ورزشگاه جاسم بن احمد قطر برگزار می‌شود. افغانستان با 4 امتیاز پس از تیم‌های قطر و عمان در جایگاه سوم گروه ای قرار دارد و تیم‌های هند و بنگلادش نیز در مکان‌های چهارم و پنجم همین گروه هستند. ملی پوشان فوتبال ناشنوای کشور به هدف حضور در رقابت‌های کسب سهمیه جام جهانی راهی ایران شدند. این رقابت‌ها با حضور 8 کشور در قالب 2 گروه 4 تیمی برای 11 روز در جزیره کش ایران پیگیری خواهد شد. از افغانستان 17 ورزشکار، 2 مربی و نیز 3 تن هیئت حضور خواهند یافت. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان در بامیان آغاز شد. در این رقابت‌ها تیم‌های همای رحمت، امید بامیان، ستاره‌های بامیان و افتخار بامیان اشتراک کردند و به گونه چهار جانبه برابر هم رقابت می‌کنند. در دیدار گشایشی این مسابقات، همای بامیان با نتیجه 1-0 از صد امید بامیان گذشت. جشنواره ورزشی به مناسبت روز جهانی کودک در کابل برگزار شد. 100 کودک در 2 بخش پسران و دختران با راه‌اندازی نمایش‌های ریسمان‌کشی، فوتبال و گذر از مانه از این روز گرامی داشت کردند. تشویق و نهادینه ساختن ورزش در میان کودکان از دیگر هدف‌های برپایی این جشنواره گفته شده است. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با حضور 10 تیم در ولایت هرات آغاز شد. این رقابت‌ها به گونه لیگ پیگیری خواهد شد که به گفته مسئولان تیم قهرمان این مسابقات جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی زون غرب و نیز لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان را به دست خواهند آورد. از سوی هم این لیگ اما با حضور 9 تیم در ولایت پنجشیر نیز آغاز شد. در ادامه بازی‌های مرحله پلی‌آف لیگ حرفه‌ای بسکتبال NBA آمریکا، لس آنجلس لیکرز برابر فنیکس سانز شکست خورد. فنیکس سانز این دیدار را با حساب 115-85 برابر لیکرز برنده شد. در دیگر بازی‌ها دنور ناکتس 147-140 پورتلند را شکست داد و بروکلین هم 123-109 از صد بوستون گذشت. خبرها همین قد بود. ممنون که یک را بینین دستید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.